سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در هفته های گذشته ما شاهد اتفاقاتی بودیم که به یک باره یک شوک عجیب و غریبی رو به منطقه ما داد، توجه ها رو به منطقه ما جلب کرد. در کنار این قضیه هر کس اظهار نظری، موضع‌گیری، چیزی سعی کرد انجام بده. یکی از کسانی که موضع‌گیریش به شدت مورد توجه قرار گرفت اردوغان بود، چهره‌ای که در مقابل دوربین ها قرار گرفت در قامت یک قهرمان، یک بزن بهادری که اومده رژیم صهیونیستی رو زده گوشه دیوار و با خاک یکسان کرده و یگانه منجی فلسطینی هاست. شروع کرد اظهار نظر کردن و صحبت کردن. در فضای فارسی زبان، در بین کسانی که دارن تحولات ترکیه رو رصد میکنن، در بین بسیاری از کارشناسان ترکیه، به این اظهار نظرها و به رفتار منافقانه اردوغان به شدت اشاره شده و این رفتارها مورد توجه قرار گرفته. میخوایم بریم چند نمونه از واکنش های اخیر رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه چیزهایی در خصوص رفتار اردوغان گفته شده، چه بحثایی داره مطرح میشه. ویدیوی اولی که میخوایم ببینیم یکی از نماینده های پارلمان ترکیه هست، میگه که تو بلدی تو مسئله اوکراین براشون پهپاد بفرستی و 20 سرنشین بفرستی و دفاع بکنی، حالا به فلسطین که رسیدی دست به دعا برداشتی براشون، داری دعا میکنی خدا مشکلاتشون رو حل بکنه. خب این تناقض هایی هست که از یک منافق بیرون افتاده، واکنش های مختلفی رو داشته، واکنش ها یکی از یکی قابل تعامل تر. بریم ببینیم، برمیگردیم نکات ویژه رو به سیاه گندری که آذربایجان سیاه گندری که فلسطین دعا گندرمه ایله بیتیرجکسینیز. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو دیدیم، میگه چطوری در حالی که برای اوکراین پهپاد بدون سرنشین برای جمهوری باکو پهپاد مسلح ارسال میکردید، بلد بودید این کارها رو انجام بدید، اما به فلسطین که رسیدین دعای خیر صرف هم براشون میخواید انجام بدید. فقط این نیست، بعضی از چهرهای سیاسی در داخل ترکیه اومدن به این اشاره کردن، گفتن تو آبگوره میگیری برای کشتار کودکان فلسطینی، این بچه ها دارن با جنگنده خلبان هایی کشته میشن که اون خلبان ها تو ترکیه آموزش دیدن، خلبان ها تو ترکیه آموزش دیدن. بریم یک نمونه از اظهار نظرهای نماینده های پارلمان ترکیه در خصوص رو ببینیم. فقط اینو باید بگم، این همین یه مورد نیستا، چهره‌های سیاسی مختلفی در ترکیه همینو تایید کردن، تاکید کردن. ببینیم یک نمونش رو. دن هستانه بمبالایان uçaklar şuradan 150 kilometre ötede Konya'da nasıl bombalayacaklarını öğreniyorlar. Eğer bu konuda samimiyseniz öncelikle İsrail'le olan o bağınızı koparın. İkincisi AK Parti döneminde 2002 yılında Türkiye-İsrail ekonomik ilişkileri, ticari ilişkileri 1.8 milyar dolar, şu anda 10 milyar dolar. O kadar... Buyurun tamamlayalım lütfen. Da samimiyseniz gerçekten çıkın, İsrail'le olan bağlarınızı koparın, biz de sizin dediğiniz her şeyin altına imza atalım. Teşekkürler Sayın Kamu. خیلی خب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. نماینده پارلمان ترکیه به این اشاره میکنه، میگه خلبانهای اسرائیل که بیمارستانهای غزه رو بمباران میکنن 150 کیلومتر آنورتر از آنکارا آموزش میبینن. اگر خیلی دغدغه‌مند هستین ابتدا روابط خود با اسرائیل را در این خصوص قطع بکنید. در سال 2002 تراز تجاری ترکیه با اسرائیل 1.8 میلیارد دلار بوده، اما در دوره حاکمیت حزب اعتدال و توسعه همینه که به 10 میلیارد دلار رسیده است. اون کسی که رئیس پارلمان هست تذکر میده، میگه تمومش بکنید. این فرد با این جمله تمومش میکنه که اگر خیلی دغدغه‌مند هستین همه ارتباطایی که با رژیم صهیونیستی دارید رو قطع بکنید، آن وقت شما هر چه بگویید و بنویسید ما هم زیرش رو امضا میکنیم. اصلا نوع نفاقی که ما از سوی دولت اردوغان و چهره‌های سیاسی در ترکیه در مسئله فلسطین داریم در اون خودش فوق‌العاده است. به شدت عده قابل توجهی را در این کشورها تحقیر کرده، همون چیزی که در عربستان داریم میبینیم، همون چیزی که در ترکیه داریم میبینیم، همون چیزی که در امارات و جاهای دیگر میبینیم. حالا ترکیه در نوع خوش، ترکیه و باکو فوق‌العاده تر. اینها باکو که البته خیلی موضعی ازش نمیبینیم، ترکیه سعی میکنه جسی قهرمان بگیره در ماجرای ترکیه، در ماجرای فلسطین، منظورم شخص اردوغان هست، سعی میکنه جسی قهرمان بگیره. این در حالیه که همین الان بخش قابل توجهی از انرژی که رژیم صهیونیستی ازش بهره مند میشه از طریق ترکیه داره منتقل میشه، و این به شدت کسانی که در این کشور هستن و این رفتار منافقانه رو بررسی میکنن خشمگین کرده.
بریم از سر نظر یکی دیگه از نمایندگان مجلس ملی ترکیه رو با هم ببینیم. برمیگردیم نکاتی دارم خدمت شما عرض می‌کنم. دیشتری بکانلی صفحه‌سنا اسرائیل ویزه yok ama Filistinlere vize uygulanıyor. Vize uygulaması var. Diğer bir mesele Gazze'de İsrail'in ördüğü konutların ve duvarların çimentosu Türkiye'den gidiyor. İsrail'e ihraç edilen çimento ve demir çelik listesinde Türkiye ilk sırada. Bu konuda da bir izah istiyoruz hakikaten. خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم، اجازه بدید با هم دیگه بررسی بکنیم. ببخشید. میگه سیاست‌های رسمی وزارت خارجه ترکیه را می‌دیدم، برای ورود اسرائیلی‌ها به ترکیه لغو روادید صورت گرفته، اما فلسطینی‌ها برای ورود به ترکیه باید ویزا بگیرند. موضوع دیگر این که سیمان، فولاد، آهن دیوارها و تأسیسات مهم اسرائیل در اطراف غزه توسط ترکیه تامین می‌شود. ترکیه در صدر جدول صادر کنندگان سیمان، آهن و فولاد به اسرائیل قرار دارد. در این زمینه منتظر شفافسازی دولت هستیم. اون چیزی که در مسئله فلسطین داریم میبینیم ماجرایی هست که مرز بین شرافت و بیشرفی را روشن خواهد کرد. مشخص خواهد کرد. مرز بین انسانیت و رذالت را روشن خواهد کرد. اینها منافقینی هستن که ما در منطقه شاهدشونیم، دارن فعالیت میکنن، دارن اظهار نظر میکنن، هواداران خودشون رو استثمار کردن، ملت‌های خودشون رو فریب دادن، فلسطین فلسطین میکنن و جیبشون از پول رژیم صهیونیستی پره. فلسطین فلسطین میکنن و با رژیم صهیونیستی دارن قدم میزنن. دیگرانشون فهمیدن. اینجا دارن بهش اشاره میکنن. اظهار نظری از سوی رهبر ایران مطرح شد اخیراً در خصوص نفت. ایشان هشدار داده بود که اونهایی که دارن نفت صادر میکنن به فلسطین اشغالی متوقف کنن. شما در این جنایت میکنین. همزمان با این ماجرا تصویری منتشر شده. این تصویر اشاره کرده به خط انتقال انرژی به رژیم صهیونیستی که از طریق ترکیه و باکو داره اتفاق میفته. تصویر دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید؟ بله، اردوغان این چند روز فریاد میزد که آقا برای فلسطینی‌ها یه کاری بکنیم، برای فلسطینی‌ها یه حرکتی بزنیم، بهترین راه اینه جلوی این خط لوله رو بگیریم. قهرمان‌هایی که نشستین خودتون رو یگان منجی فلسطین معرفی می‌کنین، جلوی این خط لوله رو بگیرین. این 800 میلیون دلاری که باکو درآمد داشته، فکر می‌کنم سال 2021 بوده یا 2022، از تامین نفت و انرژی برای رژیم صهیونیستی، اینو متوقف کنه، همه چیز اوکی خواهد شد. دنیا بر شما درود خواهد فرستاد. اصلا نیاز به کمک نظامی شما کسی نداره. همین جلو اینو بگیرید. آیا این کار ترکیه خواهد کرد؟ اردوغان این کار خواهد؟ ما با منافقی میطرفیم که دیدن هوا چقدر پسه، افکار عمومی چقدر وارون است، مجبور شدن واکنششون بدن. و الا اینها انسانهایی که در این حوزه از در شرافت وارد بشون نیستن. یه نکته جالب هم من خدمت شما عرض می‌کنم، تاثیر رو دارید روی صحبت ما مشاهده می‌کنید. یه کارشناس اهل ترکیه اومده بررسی کرده، گفته توی همون بازه زمانی که اردوغان پشت تریبون رفت و فلسطین فلسطین کرد، این آمار کشتی‌هایی هست که حمل و نقل انواع بار به رژیم صهیونیستی رو داشته انجام میداده. از کجا؟ از ترکیه. بعد اشاره کرده گفته این چند میلیارد دلار براش هزینه داره که چرا از اینها نمیذاره. این منافق دیده ایران داره چی میگه، اون یکی داره چی میگه، ترسیده عقب بیفته، به خاطر همین داره اظهار نظرهایی رو انجام میده. یه سر بریم آنتن بی بی سی ببینیم که در فضای وطن فروشا، در فضای رسانه های ضد ایرانی، در خصوص موازهی که اردوغان داشته است چه نکاتی مطرح شده. ببینیم برمیگرد نکاتی رو از ترکیه داره و همچنین اسرائیل چندی اینجا دارن با هم همکاری مشترک میکنن. از این طرف در سوریه ما میبینیم که همکاری مشترک دارن، از طرف دیگر در آذربایجان به واسطه کشور آذربایجان دارن همکاری میکنن. این همکاری ها در آذربایجان نظامی است، در سوریه هم نظامی است. و از طرف دیگه از سال 2000 به این طرف وقتی آمار اقتصادی دو کشور رو نگاه میکنیم، میبینیم که هر ساله بیشتر شده این همکاری های تجاری. این در واقع این شواهد. و از طرف دیگه شواهد های دیپلماتیکی که وجود داره. منظورم اینه که مثلا در سال 2009 وقتی که آقای اردوغان بیان وان مینیت رو به شیمون پرس گفت، و یا بعد از اون در سال 2010 وقتی که موقعی ماوی مارمار اتفاق افتاد، روابطشون هیچ وقت به صورت کامل قطع نمیشه و کمتر میشه. اون چیزی هم که الی کوهن دیروز در واقع به صورت توییت منتشر کرده، یک بازنگریه
تهدید جدی از طرف اسرائیل نبوده. همچنین ترکیه هم کار خاصی نکرده. جامعه ترکیه خودش یکی از در واقع میخواد که خودش رو پروموت کنه، تو فلسطین نشون بده، یعنی حامی فلسطین هستن. تو اخیر زن نظرسنجی که روز گذشته منتشر میشه، فقط 3% از جامعه ترکیه علاقه داره به این که با اسرائیل رابطه داشته باشه. به خاطر همین، یعنی این مجموعه رو وقتی نگاه میکنیم، یه قسمتش بله به خاطر مخالفان هست که یه همچین روی کردی رو داره، چون میخواد که از بازی رو از زمین سکولارها در ترکیه خارج کنه. از طرف دیگه یک چیزیست جوشان از درون جامعه ترکیه که میخواد اون رو هم صاحب بشه و بازی رو برای دیگر مخالفان خودش تنگ تر کنه. خیلی خوب، بخشی از این گزارش رو با هم دیدیم. بله، همونطور که امروز بسیاری از کارشناسانی که در رسانه‌های وطن فروش حاضر میشن به همین اشاره میکنن، ما شاهد این هستیم که ترکیه یه دوتا چاته کرده، افکار عمومیش به شدت در مسئله فلسطین جریح دار شده است، مثل همه انسان‌های باشرفی که در دنیا هستن. مثل همون داستان معروفی که کاخ یزید، توی کاخ یزید خودش مجبور شد خودش رو محکوم بکنه. جنایت کربلا رو مجبور شد محکوم بکنه. اینا همشون در مسئله فلسطین دستشون با رژیم صهیونیستی تو یک کاسه است. افکار عمومی به شکلی خشمگینی که مجبور شدن بیان محکوم بکنن. از طرفی نگاه میکنه، از ایران عقب نیفتم. ایران تو این ماجرا ایفای نقشی داشته که این ایفای نقش به نفعشه، به نفع یارانشه و به نفع منطقه است. من تو این ماجرا کلان پس مرکه نباشه، منم دو تا استا نظر بکنم. با وجود استا نظرهایی که انجام دادن، این واقعیت دولت اردوغان هست که بسیاری امروز در پارلمان ترکیه و در بین چهره‌های سیاسی در این کشور صریح بهش اشاره دارن و دربارش دارن صحبت میکنن. این گزارشی بود که در خصوص این ماجرا لازم بود با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام‌هایمون بفرستین، کمک بکنید که گزارش رو با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بکنیم. اگر موافق باشین چند تا از پیام‌های دوستان عزیز رو می‌خوام بخونم. یکی از دوستان برای ما نوشته که سلام، از تاجیکستان دارم به شما پیام میدم. عرض ادب خدمت شما، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم از اینکه برنامه ما رو می‌بینید و ما پیام میدین. باعث افتخار هست که دوستانی از دیگر کشورها داریم. رفیق دیگری گفته که بولیوی، شیلی، کلمبیا روابطشون رو با رژیم صهیونیستی قطع کردن، کشورهای اسلامی چه کار کردن؟ مصر، اردن، ترکیه، عربستان، امارات، اینها رقص شمشیر انجام میدن. بله، این شرم‌آوره، این بسیار تأسف‌آوره و این ماجرای تلخ و زننده‌ای هست که ما امروز در منطقه خودمان از سوی حکام بی‌غیرت این کشورها، از سوی سیب‌زمینی‌هایی که در رأس این کشورها قرار گرفتن شاهدش هستیم. رفیق دیگری برای ما نوشته، این عزیز دلمون احتمالاً از اونایی هست که با ما همسون است، گفته یک کامنتی بذارم یه چیزی بگم. گفته که شما که مجیب الدعوه‌ای، یه نگاهی خیره به مردم بدبخت کشور خودت بنداز. بدبخت هفت جد و آوادت بی شرف. مردم کشور ما بدبختن بی همه چیز. مردم ما با شرفن، مردم ما حمیت دارن، مردم ما غیرت دارن، هزار و یک چالش هم ممکنه داشته باشن، ولی بدبخت تو و امثال تو هستین. داره اشاره میکنه، میگه مردم چالش هایی دارن، تو بیا درباره این چالش ها صحبت کن. تک تک کسانی که این روسا برای فلسطین اشک میریزن، ناراحتی میکنن، بخش قابل توجهشون از همین عزیزانی هستن که تو داری به چالش‌های زندگیشون اشاره می‌کنی. فقط هم تو ایران نه ها، هر کجای دنیا بری داستان این شکلیه. می‌دونی علتش چیه؟ علتش همون چیزی که درباره مسلمان‌های اویغور چین یکی از عزیزان هموطنمون یه توییتی زد، یک مداح اهل بیتی یک توییتی زد، من خدمت ایشون هم عرض کردم. ببین تو ماجرا میگه آقا چرا مثلا درباره اویغورها اثر نظر نمیکنی؟ اصلا میدونی نگاه اینا به مسائل چجوری؟ از اینا خبر داری؟ با ایناش اصلا کاری ندارم. فرض میگیریم آقا تو الان ناراحتی از ظلمی که به اونا داره میشه، خوبه؟ همین پیام رفیقمونو میگم. آقا فرض میگیریم تو الان ناراحتی از وضعیت جامعه ایران، یا هر رفیق دیگری هر کجای دیگر رو میخواد در نظر بگیری، من فقط یه چیزی خدمت شما میگم. ببین کلمه نسل کشی رو الان برو سرچ کن، همین الان نسل کشی رو برو در موتورهای جستجوگر سرچ بکن، بعد غزه رو برای من سرچ کن، ببین این دوتا بر هم منطبقه یا نه. نسل کشی بر غزه منطبقه؟ بذار کنار، کجای دنیا اینو دیدی توی این چند ساله؟ اگر جایی بوده اصلا ما اثر نظر نکردیم به من بگو. آن چیزی که داره اتفاق میفته رفقا با همه مسائلی که داریم میبینیم متفاوته.
درناک است که بعضی ها میکوشن این مسائل را هم در لجاجت های سیاسی خلاصه بکنن یا از زاویه نگاه لجوجانه سیاسی بهش نگاهی داشته باشن. نکته دیگه ای ندارم. اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.